سلام دوستان، عطیه میرخانی هستم، مدرس زبان انگلیسی. این دومی ویدیو از سری ویدیوهای انگلیسی مقدماتی هست و در این ویدیو میخوایم راجع به تاریخ تولدمون صحبت کنیم. لطفاً با لایک و سابسکرایب کردن در چنل ما هم ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید، هم از ما حمایت کنید، ممنون میشم. قبل از اینکه ما ویدیو رو شروع کنیم، من میخواستم چیزی رو خدمتتون عرض کنم که من گاهی از زبان آموزا میشنوم که من میگن گاهی که اکثرا در واقع اشتباه رو دارن که من انگلیسیم خوب نیست، من لیسنینگم خوب نیست، اسپیکینگم خوب نیست. میخواستم که شما اگر ازتون خواهش کنم که این خوب نیست رو از ذهنتون پاک کنین. شما انگلیسیتون محدوده، یعنی تواناییتون در زبان انگلیسی محدوده. اگر میگین انگلیسیم خوب نیست، شما تواناییتون در اون زبان محدود هستش. برای اینکه ما بتونیم به قول شما انگلیسیمون رو خوب بکنیم، باید تواناییمون رو بالا ببریم. هیچ وقت دقت کردین که توی تعیین صد از شما چه سوالایی میپرسن؟ تعیین صد تماماً بر اساس توانایی شما در زبان انگلیسی یا کلا در زبان هستش. اگر شما توانایی اینو داشته باشید که بتونید راجع به مسائل هویتی خودتون صحبت کنید، پس شما یک بیسیک هستید. اما اگر نمیتونید راجع به گذشته، حال، آینده و مسائل دیگه صحبت کنید، یا نمیتونید اتاق خوابتون رو توصیف کنید، یا نمیتونید مثلا وظایف کاریتون رو تو شهر بدین، اینها یعنی محدودیت دارید در ابراز جملات در انگلیسی. خب ما سعی میکنیم تمام این ویدیوها رو بر اساس در واقع توانایی شما در زبان انگلیسی درست کنیم که شما تواناییتون رو پله پله با ما بالا بیارید. خب این ویدیو مختص تاریخ تولد هست. اگر دقت کرده باشین و اگر ویدیو پیشین ما رو در مقدمات زبان انگلیسی مقدماتی گوش کرده باشید و تماشا کرده باشید، متوجه شدید که ما راجع به اسم گفتیم، راجع به آدرس گفتیم، راجع به شماره تلفن گفتیم، ایمیل گفتیم و این ویدیو مختص تاریخ تولد است. در کانادا هر جا که تماس میگیرین معمولا از شما تاریخ تولدتون رو میپرسن. پس بهتون توصیه میکنم که حتما تاریخ تولدتون و اطرافیانتون رو، یعنی منظورم اعضای خانوادهتون رو، حفظ کنید تا هیچ وقت دچار مشکل نشید. خب در تاریخ تولد ما سه قسمت داریم. یکی سالو داریم، یکی ماهو داریم، یکی روزو داریم. اولا که برای بیان روز معمولا شما از اوردینال نمبر ها استفاده میکنید، یعنی اعداد ترتیبی استفاده میکنید. ما دو جور عدد در انگلیسی داریم، البته اعداد زیاد مختلفی داریم، منتها این دو جور به درد مکالمات روزمره ما میخوره. یا اعداد کاردینال هستن یا اعداد اوردینال هستن. ما در زبانی که میخوام تاریخ تولدمون رو بگیم از اعداد اوردینال استفاده میکنیم. حالا اوردینال چیا هستن؟ اعداد ترتیبی تو فارسی بهشون میگن. مثلا به جای اینکه بگیم یک میگیم اولی، مثلا به جای اینکه بگیم one میگیم first، به جای اینکه بگیم two میگیم second، به جای اینکه بگیم three میگیم third. خب پس با من تکرار کنید: first، second، third، fourth، fifth، sixth، seventh، eighth، ninth، tenth. همونطور که دقت کردین ما بجز اولی و first و second و third بقیه رو با یه th که بهش اضافه کردیم اعداد رو به صورت ترتیبی قرار میدیم. خب پس اگر شما مثلا تولدتون دوم نوامبر 1978 باشه، میگین چی؟ November 2nd 1978. November 2nd 1978. پس نمیگی November 2، میگی November 2nd. همیشه از اعداد ترتیبی استفاده میکنیم. خب تا 10th رفتیم، با من تکرار کنید: 11th، 12th، 13th، 14th، 15th، 16th، 17th، 18th، 19th، 20th، 20th، 20th. حالا میخوایم 21م، 21st، 22nd، 23rd، 24th، 25th، 26th، 27th، 28th، 29th، 30th and 31st. خب سختاش کدوم ها بودن؟ 20th، 30th and 31st، یا اونایی که با یک و دو هستن. بقیهشون آسونه، چون یه th اضافه میکنیم به حالا اون عددی که بلد هستیم. خب حرف اضافه روز on هست. خب میگیم چی؟ I was born on November 2nd 1978. I was born
on November 2nd, 1978. یادتون نره وقتی که در سال تولدتون از روز استفاده میکنین و میخواییم بگی که من در فلان روز متولد شدم، در فلان روز فلان سال متولد شدم، از حرف اضافه on استفاده میکنیم. کلن برای روز ما از حرف اضافه on استفاده میکنیم. I was born on January 1st, 1999. I was born on January 1st, 1999. یعنی I was born on January 1st. اما حرف اضافه ماها این هست. حالا بیایم راجع به ماه صحبت کنیم. ماها 12 تا. سعی کنید ماها رو یاد بگیرید. خیلی مهمه که اگر حتی نتونستید ماها رو به ترتیب یاد بگیرید، ماه تولد خودتون و اعضای خانوادتون رو بلد باشین خوبه. خب بیایم ماها رو با من تمرین کنیم. January February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. خب یا میخوای به یه نفر بگین که من تولدم تو دسامبره، میگین چی؟ My birthday is in December. یادمون نره حرف اضافه ماه این هست. My birthday is in December. تا اینجا دو تا حرف اضافه یاد گرفتیم، برای روزها on، برای ماها این به کار میبریم، برای سالها هم این به کار میبریم. مثلا به یکی میگی من سال 2000 دنیا اومدم. I was born in 2000. I was born in 2000. I was born in January. I was born on January 23rd, 1978. I was born on January 23rd. یا مثلا به شما میگن که تاریخ تولدت رو، مثلا دو تا سوال از شما میکنن. What is your date of birth? What is your date of birth? My date of birth is December 22nd, 1978. My birthday is December 22nd, 1978. Yeah, when were you born? When were you born? When were you born? اگه میخواین کاملش رو بگین، میگین I was born on May 31st, 1977. May 31st, 1977. اگه فقط میخواییم ماهش رو بگیم، I was born in May. میخواییم سالش رو بگین، I was born in 1978. پس شما سه تا در واقع سه تا دو تا پرپوزیشن یاد گرفتین که آن فقط برای روز هست، این برای ماه هست و این برای سال هست. ممنونم که تماشا کردین. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه و